سلام و صدها سلام برای شما نازنینا. خب شاگردای گل، امروز جلسه دوم یا درس دوم ما هست، مربوط به اون قیمت مقامی ارقام است. خب شاگردا، من چند سوال میگم، میخوام با هم حل کنیم چقدر درس گذشته رو یاد گرفتین. آفرین. خب شاگردهای نازنینه، من یک سوال میکنم، میگم ما 5 تا یک تایی دارم. بله، باز میگم که 4 تا 10 تایی دارم. بله، و میگم 6 تا چی دارم؟ 6 تا 100 تایی دارم. حالا شایر دا بر ما بگویم ببینم عدد ما چند میشه. اینجا خانه خالی میکشم، عدد ما اینجا چند میشه؟ 5 تا 1 دارم، 4 تا 10 تایی، 6 تا 100 تایی. خب شایر دا اول 5 نوشته میکنم، 5 این طرف نوشته کنم، این طرف نه، خیر 5 طرف آخر مینویسم که دیگه یک کدام عددی بجز 1 تایی بعد از او نمیایه، قبلش میایه اما بعدش نمیایه. آفرین. خب 5 تا 1. بله، چند تا 10 تایی دارم؟ 4 تا 10 تایی. آفرین. خب شده دو چند تا صدی داشتم؟ 6 تا صدی، 6 پس 3 صدی داشتم. خب 6 تا صدی من چند میشه؟ 600. 4 تا دهی من 40. آفرین. 5 تا 1 من خودش 645. 645. آفرین. اینو به حروف هم می نویسم، 600 602. خب شاگردا این واقعا که یادتون نره، 600 605. آفرین. خب حالا یک سوال دیگه برای من، برای من اینجا یک عدد بده، عدد ما چند است شاگردا؟ 94. آفرین. برای من اینجا داده گفته که یک تایش معلوم کنین، 10 تایی و 100 تایشه. خب شاگردا برای من بگوی یک تایش چند است؟ 9 یک تایی است؟ نه خیر، ما گفتیم یک تا، یک ها همیشه طرف آخر سمت راست می آیه. آفرین. خب یک های ما چند است؟ 4. یعنی من 4 تا یک تایی دارم. پهلوی خانه یک های ما کدام خانواده می آیه؟ خانواده 10 ها یا خانه 10 ها می آیه. پس چند تا 10 تایی دارم؟ 9 تا 10 تایی. خب شاگردا 9 تا 10 تایی ما چند می شد؟ 9 دانه که 10 تایی داشتم شد؟ 90 می شد. آفرین. 94. خب شاگرد اینجا 100 تایی هم از ما خواسته، ما اینجا 100 تایی داریم؟ پهلوی 10 تایی خانه 100 ها می آمد، یادتان هست؟ پس 100 تایی نداریم، به جای 100 تایی نوشته می کنم 0، یعنی هیچ. 0 یعنی هیچ، هیچ 100 تایی ندارم. پس 94 هم تعیین کردیم که 4 یکی و 9 10 تایی داره. آفرین شاگرد های زرنگه. خب شاگرد ها، اینجا بر ما یک عدد داده، عدد چند داده؟ 44. خب شاگرد ها 44 داده که هم هر دو عددش 4 است. خب شاگرد، من یک سوال میکنم، بر ما بگوین 4 اینی 4 چی است؟ سمت راست است. آفرین. و 4 سمت چپ از هم چی فرق داره؟ 4 سمت راست همراه 4 سمت چپ چی فرق داره؟ هیچ فرق نداره، یه هم 4 است یه هم 4 است. 4 است دیگه. بله؟ نه خیر، یک شاگرد لایق ما برای من میگه که از اون طرف برای من صدا میکنه، نه وی دو دانه فرق داره. ما گفتیم طرف راست، طرف آخر، سمت راست کدام خانه هست؟ بله، 4 سمت راست ما چی هست؟ یک ها هست.
بله، و چهار سمت چپ ما یعنی پهلوی یک های ما چی بود؟ ده ها هست. بله، این چهار سمت راست ما یعنی ما چی دارم؟ چهار تا یکی دارم، یک دو سه چهار. اما این چهار سمت چپم یعنی من چهار بسته ده تایی دارم. چی؟ چهار بسته. یک بسته، دو بسته، سه بسته، چهار بسته ده تایی دارم. ده ها هست نه؟ ببینید چقدر فرق داره؟ این چهار تا یکی رو ببینید چقدر کم هست؟ نه یکی هست دیگه، چهار دانه هست. اما ده ها یعنی من چهار تا بسته ای دارم که داخلش ده ده دانه هست. خیلی فرق داره این چپ، این چهار سمت راست با این چهار سمت چپ خیلی فرق داره. دیدین فرقشه؟ این چهار تا یکی هست، اما این منظور چهار تا بسته ده تایی هست. یعنی اگر در پیسه بگیم چهار روپه زیاد است، چهار افغانی پیشتان زیاد است، یا چهار دارن که دهی داشته باشین. با چهار دانه دهی خیلی چیزو خریده میتونی. پس این دو دانه با هم فرق داره. آفرین شاگرد های نازنینه. خب شاگرد ها، بر ما اینجا گفته با عدد چهار و پنج عدد ها بسازیم. یعنی دو تا عدد بر ما داده، چهار و پنج، گفته عدد بسازیم. ببینیم چند تا عدد جور میشه. خب عدد های دو رقمی گفته بسازیم، چون دو عدد بر ما داده نه، میتونیم عددهای دو رقمی بسازیم. بله، چون دو عدد داده عددهای دو رقمی میسازیم. اولین عددش من میگم مثلا عدد 54. بله، یک عدد ما 54. عدد دیگه ما به نظرتون چند باشه؟ با شبیه هم نباشه دیگه نه. خب 4 این طرف میارم، میره اون طرف میارم، میشه چند؟ 45. یک عدد جدید دو رقمی دیگه. کدوم عدد بسازم شاگردا؟ 54 و 45. کدوم عدد دیگه هم ساخته میشه؟ نه خیر، پس دو عدد ما ساختیم که جاشون تغییر دادم، یکش 54 یکش هم 45. خب شاگرد، ما میخوایم ایره در ما گفتیم توسط شکل میتونیم مثلا نشان بدیم که عدد 54 ما مثلا 54 در جدول میکشم، یک ها، ده ها، چهار تا یکی داریم و پنج تا دهی. چهار تا یکی رو توسط چهار تا خط نشان میدیم و پنج تا دهی ما هم توسط بسته های ده تایی. اینجا چهار ده تا شد، یکی دیگه هم پنج ده تا، یک قسم نشان میدادیم. یادتان هست؟ بله. خوب شاگردا، ما توسط این رقم شکل نشان میدم، اما این دفعه میخوایم 54 را توسط یک شکل دیگه هم نشان بدم. کوره میگیم چوت. ما یک چوت داریم، یک تخته داره. خب این تخته ما سه تا چی داره؟ به سه حصه تقسیم میشه. آفرین. که در هر حصش یک تا میله داره، یک تا آهنگ است. بله، ای آهنه که سمت راست ما را، سمت راست ما را به نام چی یاد میکنه؟ یک ها. ای میله یا آهنه پهلوی یک های ما را ده ها میگه، و ای آخری را میگه صد ها. بله. خب شاگردا، من در 54 چند یکی داشتم؟ چهار تا یکی دارم، چهار یک ها دارم. پس چهار دانه من اینجا شکل میکشم یا مهرگرد میکشم. یک دو سه چهار. آفرین، این چهار دانه یک ها شد. چند ده ها دارم؟ پنج ده ها دارم. در 54 پنج ده ها دارم. پس خانه ده ها، در سراغ آهنک ده ها میرم، چون پنج دو ده ها دارم، پنج دو مهره ده ها میکشم. یک دو سه چهار پنج. اگر شما مثلا خواستین تازه چود نشان بدین، میتونم آهنکش دراز بکشین تا جای شوه. خب در 54 چند صدها دارم؟ هیچ صدهایی ندارم، پس این رو خالی میمونم. خب شاگردا، در اینجا پنج تا مهره ما یعنی چی؟ یعنی پنج دانه دهی. و در اینجا چهار تا یکی ما یعنی چی؟ یعنی چهار تا یکی، که عدد ما میشه پنج دهیم و پینجا، و چهار یکی ما میشه چهار، پینجا و چهار.
پنجاه و چهار. یادتان؟ نره، این بود توسط یک شکل دیگه نشان دادن. ما در اینجا چی یاد گرفتیم؟ توسط دو تا عدد میتونیم چند عدد جور کنیم، عددهای مختلف جور کنیم، و توسط شکل که این قسم نشان میدادیم، یک شکل دیگه هم میتونیم توسط چوت نشان بدیم. بله، چوت ما به سه حصه تقسیم میشه و هر کدامش یک میله یا یک آهن داره که به اندازه هر کدامش ما میتونیم مهره داخل سیخهای خود، داخل آهنهای خود بندازیم یا رسم کنیم. این بود درس امروزتان. خب شاگردای نازنین، کار خانگیتان سوالات صفحه 3 و 4 کتابتان حل میکنین. اگه کتاب ندارین عکسش هست، عکسش رو بگیرین، از روی عکس سوالا رو اول در کتابچه خود پاک و صفا منظم نوشته کنین، بعدا جوابش رو حل کنین. این بود درس امروزتان. کار خانگیتان تمیز توسط رنگه و خطکش شده حل کنین. خدا نگهدار.